هدف تشکیل سریع یک سازمان متشکل، هماهنگ و در حال پذیرش و احترام بین‌المللی برای ایجاد محیطی مردم سالار و شفاف برای همکاری سیستماتیک مخالفان حکومت اسلامی به منظور حمایت از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران برای برکناری و حذف کلیت، تمامیت و موجودیت حکومت اسلامی و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران با اتکا به اصول بنیادین زیر: یک، پاسداری از استقلال ملی و تمامیت ارضی ایران. دو، جدایی دین از حکومت، سکولاریسم. سه، پشتیبانی از منشور جهانی حقوق بشر. چهار، برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین نوع نظام آینده ایران در دوران پس از انحلال حکومت اسلامی. پنج، مشارکت مستقیم ایرانیان مناطق مختلف ایران در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی محلی خود. Years ago, extremists hijacked Iran. But they did not represent the Iranian people who were stripped of their freedom and basic human rights by a totalitarian regime that imprisons, tortures, and kills its people simply for wanting a better life. Today, our security is also being threatened by this same regime. But it wasn't always that way. Historically, Iran was called Persia and was the first civilization to put human rights into law. And before the Islamic Revolution, Iran was a growing, thriving center of culture and industry. Now, 80 million Iranians are trapped under a repressive and dangerous regime, and they want change. They want peace, democracy, and human rights, and they're ready to make it happen themselves. But they need your help. Support the new Iran and help build a better, safer world for all of us. Learn more. Take a stand. Choose a side. TheNewIran.com. زدم آتش کاشانه به دامان امروز. زدم آتش کاشانه به دامان امروز. همچو شمعی شدم سر به گریبان امروز. بهر آزادی که جان کلام است مرا، خفتی می کشم از شیخک نادان امروز. زاهدا چشم ز من پوش و ز عیبم بگذر، زنده ام گر به یکی نعره مستان امروز. دی غریب آمده با دی گل و برگم بشکست، دی غریب آمده با دی برگ و با دی گل و برگم بشکست. ماندم غمزده در حسرت طوفان امروز. چون که ملک پدری شد وطن ناپدران، چون که ملک پدری شد وطن ناپدران، شدم افسوس در این خانه چون مهمان امروز. نه ددی بود و نه شیطان و نه جن، آدم بود. نه ددی بود و نه شیطان و نه جن، آدم بود. اون که گلخانه ما کرد چو زندان امروز. منشین یک سر با درد و مده تن به دعا، وقت اون شد که روی در پی درمان امروز. وقت اون شد که روی در پی درمان امروز. کس چو آذر نکشد پرده ز رخسار کلام، خرد ار زد به 200 گنج سلیمان امروز. با درود به همیهنان عزیزم، ایرج شاه ولایتی هستم و برنامه امروز نهاد مردمی رو از استودیوی سیمای نهاد مردمی در جنوب کالیفرنیا به شما پیشکش میکنم. هموطنان عزیز،
حقیقتاً چه بر وطن ما رفت؟ چه شد که ما گلخانه ای رو که داشتیم تبدیل به این چنین زندانی شد؟ آفرین به مسعود آذر که این چنین در قالب کلام و شعر بیان میکنه آنچه را که درد دل یه ملتی است. راستی چه شد که ما از اون جایی که بودیم که حقیقتاً داشتیم میرفتیم در خلاف تفکر خیلی از کسانی که شاید خودشون هم دستی بر این آتش نداشتند و شاید خودشون نمیدانستند که چه داشت میشد و چه میکردند ملت ایران اون روز، با تمام عیوبی که بود، ولی ما سربلند بودیم، سرفراز بودیم، نامی داشتیم در جهان، آینده‌ای داشتیم و یک زندگی داشتیم، زندگی میکردیم. ملت ایران به این خفت و خاری در جهان ننشسته بود که حالا امروز منتظر باشه ببینه که چه اتفاقی میفته فردا. بالاخره بمباران میکنن، نمیکنن، بالاخره سازش میکنن، نمیکنن. حقیقتا ما چه نیازی داشتیم به این که بمب اتمی بسازیم؟ ما چه نیازی داشتیم که از این طریق انرژی رو برای انرژی مورد لزوممون رو به این گرانی تأمینش بکنیم که آخرش هم نشد؟ ما چه نیازی داشتیم که در یک جنگ 8 ساله با عراق درگیر بشیم؟ ما چه نیازی داشتیم که سفارت یک مملکت دیگر رو اشغال بکنیم، دیپلماتاشون رو به اسارت بگیریم و بعد با اون خفت و خاری باهاشون سازش بکنیم و اونا رو آزاد بکنیم؟ ما چه نیازی داشتیم که جنگ 8 ساله رو که بعد از 2 سال میتوانستیم تمامش بکنیم با شرایط بسیار خوب، به 8 سال بکشونیمش و با ترفندهای آقای رفسنجانی برای نگهداری نظام بالاخره با نزدیک به 500,000 کشته و بیش از 1,000,000 فلج، 1,000,000 جوانانی که در اون روز آیندهشون رو تباه کردند و خانواده های رو که به خاک و خون کشیدند، چه نیازی داشتیم که آخر سر پس از 8 سال جام زهر رو به اون شکل و با اون خفت و خاری و با اون همه ضرر، چه مالی و جانی، برای ملت ایران به سر بکشیم؟ امروز چه نیازی داریم ما که با این همه مشکلات وضع مملکت رو به این وخامت بکشونیم؟ چه دلیلی داره؟ آیا دلیلی بیش از این هست که ما یک حکومت سفاک، یک مشت ابله رو بر مملکتمون حاکم کردیم؟ آیا ما غیر از این که تمام این مشکلات رو ما از این حکومت داریم، دیگه گرفتاری دیگری هم داریم؟ بله، همش میریزن سر مردم که ناآگاهند. اما این ناآگاهی مردم، مگر در طی این سالها این ملت ایران فریاد بر نیاوردند مرگ بر دیکتاتور؟ مگر میلیون ها نفر بیرون نریختند به تظاهرات بر علیه این حکومت؟ امروز با این جو امنیتی که درست کردن، مگر خود همون ماموران امنیتی، گرچه که از حکومت تغذیه می شوند، مگر همون خود همونها نیستند که با این حکومت و کردار این حکومت به شدت مخالفند، غیر از خود مردم؟ مگر امروز تمام جهان همه به دنبال این هستند که این حکومت ابله دست از این ساختن این بمب اتمی برداره و ملت ایران رو از زیر این همه فشار در بیاره؟ اینا چی میخوان؟ اینا چی از جون ملت ایران میخوان؟
آیا اینها به دنبال تباهی گذشته و حال و فردای ایران نیستند؟ اینها که هر روز به دنبال این هستند که تمام اون چرا که از تاریخ وطن ما مونده به یه شکلی از بینش ببرند. خیلی جالبه هموطنان عزیز، امروز 29 اکتبر و روز تولد کوروش، ما می توانستیم از طریق اون چرا که در طی همین 2500 ساله، در طی همین 3000 ساله، در طی این 10000 سال تاریخمون برامون مونده بود، بهترین سرمایه توریستی رو برای مملکت و آیندگانمون داشته باشیم. ما با داشتن صنعت توریست که در زمان حکومت گذشته به جای رسیده بود که از سراسر جهان به دنبال این بودند که بیایند و وطن ما رو ببینند، بیایند و این گهواره جهان رو ببینند، آرزوی خیلی کسا بود، به خصوص بعد از اون برنامه جشن‌های 2500 ساله که از نظر تبلیغاتی بسیار بسیار به نفع ایران تمام شد و ایران رو به جهانیان نشون داد که ما حقیقتاً اگر گهواره تمدن هستیم چرا هستیم. ما صنعت توریستمون داشت به جایی میرسید که نیازی به فروش نفت واقعاً نداشتیم. اما امروز چه کردند؟ امروز این ابلهان چه کردند؟ در طی این 34-5 سال، در طی این 34 سال، 33 سال حقیقتاً این مملکت رو به خاک سیاه نشوندن، اقتصادش رو به خاک سیاه نشوندن، صنعتش رو به خاک سیاه نشوندن، کشاورزیش رو همینطور، آینده این مملکت رو تباه کردند. حقیقتاً حالا امروز منتظر چی هستند؟ میگویند که گروهی هستند در این حکومت که مخالف این هستند، بله، که مخالفند که ایران دست از این نوکلیرش برداره. حقیقتاً این عده‌ای که مخالفند که احتمالاً سر دستشون همون رهبر ابلهه، چه فکر میکنند؟ اینها چه حقی داشتند که بر این مصادر امور بنشینند و امروز قرار باشه اینجور تصمیمات رو بگیرند؟ هموطنان عزیز، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که من نمیشناسمشون، اما ایشون با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور گفتند، اما درباره وضع موجود اقتصاد ایران باید بگویم که اقتصاد ایران دچار آسیب و شکنندگی شده که یکی از اونها بی توجهی به تولید است و دیگری آسیب بیکاری است و ضرباتی هم از جانب تورم قیمتها دیده و بیرمق شدن پول ملی نیز اقتصاد را تضعیف کرده است. این وضعیت رنجور اقتصاد کشور است. به هر حال یکی از فرزندان اقتصاد مال خره است، امروز صداش در اومده. ایشون استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانه، آقای محمد خوشچهره، بله. ایشون که در نشست هماندیشی اقتصاد مقاومتی جبهه ایستادگی سخن می گفت، این چنین افسوده: وضع موجود اقتصاد کشور مشکلاتی دارد که در اقتصاد مقاومتی باید این مشکلات پیش بینی شوند. هموطنان عزیز، حکومتی است که شب میخوابه، صبح بلند میشه، تصمیم میگیره. نگاه کنید امروز در نیویورک و اون قسمت امریکا طوفانی شد. طوفان قرار امروز بعد از ظهر بشه، ولی از مدت‌ها پیش آمادگی برای این طوفان رو فراهم کردند. تمام یک بخشی از یک ایالت رو بستن، تعطیلش کردند. بازار سهام امروز تعطیله. برای چی؟ برای اینکه جان انسان‌ها اهمیت داره تو این مملکت.
و همه و همه هم و غمشون در اینه که مبادا انسانها در این جریان تلف بشن. اگر ضررهای مالی برسه اشکالی نداره. برای اونم برای اونها هم پیش بینی کردند. اگر کسانی ضرر مالی ببینند هم براشون پیش بینی کردند. اما ما چی؟ حالا امروز قراره که اقتصاد مقاومتی بشه. یعنی چی؟ اقتصاد مقاومتی یعنی گشنگی خوردن مردم. یعنی در نهایت خفت و خاری که دارن زندگی میکنن از این خفیفتر و خارتر هم بشن. اما حکومتگران خودشون همه چیز دارن، اونها مشکلی ندارن. مشکل ملت ایرانه. این مردم ایران هستن که باید تمام این فشارها رو تحمل بکنن به خاطر بیکفایتی حکومتگران. وگرنه چه دلیلی داره که شما با تمام دنیا در افتادید؟ شما اصلا کی هستید؟ طوفانی است در فنجان، شما خودتون فکر میکنید کسی هستید اما نیستید. شما فقط برای ظلم کردن و فشار آوردن برای اون مردم به اون مردم به اون مردم داخل اون کشور قدرتی دارید. اما وای به روزگارتون که به زودی این ملت طغیان خواهد کرد. این ملت ایران رو شما دست کم گرفتید. این ملت ایران در طی قرون و اعصار نشون دادن که چه ملتی هستند. شما در این دوران کوتاهی که به قدرت رسیدید، در این دوران بسیار کوتاهی که به قدرت رسیدید، خوشبختانه نشان دادید که چه ابلهانه فکر میکنید و چه تا نوک دماغتون رو بیشتر نمیبینید. جالبه هموطنان عزیز، آقای احمدی نژاد بعد از هفت سال در این جایگاهی که هست، حالا تازه امروز به فکر این افتاده بود که بره و از زندان اوین دیدن بکنه. بله، اما مردم سالاری در مقاله‌ای نوشته، جالبه، این از داخل کشوره، در مقاله‌ای نوشته بعد از اون که علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور برای گذراندن دوران محکومیتش بازداشت و راهی اوین شد، محمود احمدی نژاد اعلام کرد که پیگیر قضیه خواهد شد. از این رو ابتدا رایزنی هایی رو کرد و به هر حال قرار بود که بره و از اوین بازدید بکنه. اما با توجه به مخالفت قوه قضاییه، رئیس جمهور بازدید از اوین را در راستای صیانت از حقوق ملت دانسته. پس به نظر می رسد باید پیشنهاداتی به وی داد. پیشنهاد کردن به آقای رئیس جمهور. پیشنهاد اول نویسنده مقاله این است که او اول به بازار تهران برود، ساعاتی را در راستاهای مختلف اون به گشت و گذار و بازدید بپردازد، حال مردم و مغازه‌داران و قیمتها را جویا شود تا بداند چه بر سر اقتصاد و معیشت مردم آمده. بعد به چهارراه استانبول برود و دقایقی را نیز از این نقطه از کشور تحت مدیریتشون بازدید کند و قیمت انواع ارز را بپرسد. در بازگشت به یک بنگاه معاملات املاک برود و ببیند خرید خانه برای میلیون ها ایرانی به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شده است. مقاله مردم سالاری بعد پیشنهاد کرده که احمدی نژاد از یک بیمارستان هم بازدید کند و پای درد دلهای مردم بنشیند و ببیند که هزینه مداوای یک بیماری ساده چقدر کمرشکن است و انواع پولهای زیرمیزی و رومیزی چگونه از کیسه ملت می رود و چه فجایعی در بخش درمان کشور رخ می دهد. آنگاه فرصت هست برای بازدید از چند شهرک صنعتی تا به چشم خودشان ببیند که چقدر کارخانه و کارگاه نیمه کار رها شده اند، یا بر درهایشون قفل تعطیلی خورده و یا در بهترین حالت با حداقل ظرفیت کار میکنند. نکته آخر این که رفتن به این شهرک نیز نیازی به اجازه گرفتن از هیچ کسی ندارد. هموطنان عزیز، این رو روزنامه‌های داخل مملکت مردم سالاری نوشته. این حرف دل مردمه، از آقای رئیس جمهوری که حالا تازه بعد از 7 سال
میخواستن برون و زندان اوین رو ببینن، زندان اوینی رو که خودشون و رهبر ابلهشون و یک مش ابله دیگه با هم دیگه ساختند، و این همه زندانهایی رو که در این مملکت ساختند و این مملکتی رو که تماما تبدیل به یک زندان بزرگ کردند. آقای احمدی نژاد، شما که هر هفته یک بار با رهبر ابلهتون شام میخورید، آیا هیچ وقت به این سوالات مردم فکر کردید؟ هموطنان عزیز، امروز روز کوروشه، روز تولد کوروش. اما نامه ای رو از داخل ایران دریافت کردیم، نامه ای از یکی از همراهان کمیته از استان فارس، کمیته بین المللی نجات پاسارگاد. در روز کورش بزرگ مأموران راه را به دیدار عاشقان او میبندند. میگوید امروز برای تهیه گزارش با چند تن از دوستانم که از شهرهای دیگر آمده بودند به شیراز رفتیم و به سوی پاسارگاد. در قسمت ورودی پاسارگاد یک سری مأمورین حکومتی ایستاده بودند و مانع می شدند که مردم به سمت پاسارگاد بروند. ننگتون باد حکومتگران اسلامی. با مردمی که از شهرهای دور و نزدیک به عشق دیدار کوروش بزرگ آمده بودند به تندی رفتار می کردند و از آنها می خواستند که برگردند. دوستانم امروز غمگین و ناراحت به شهرهای خودشان برگشتند. امروز همگی از اینکه جماعتی بر ما حکومت می کنند که حتی از روح یک انسان بزرگ، از روح یک انسان بزرگ ایرانی که اولین منشور حقوق بشر را صادر کرده می هراسند و می خواهند فرهنگ ما را نابود کنند. تأسف خوردیم، بسیار تأسف خوردیم. راستی این حکومت بیخردان با این کارهایی که میکنه چی رو میخواد ثابت بکنه؟ مگه میشه آفتاب رو زیر ابر پنهان کرد؟ اونچرا که این حکومتگران میکنند پنهان کردن آفتاب زیر ابره. اما آب در هاون میکوبند این حکومتگران ابله. اینها ملت ایران رو نشناختند. این فرصتی که به دست شما آمد فرصت طلایی بود، اما امروز همه ملت ایران در سراسر جهان یک سمفونی بزرگ رو دارن با هم مینوازند، اما گوش شما کره و نمیشنوه. این سمفونی مرگ بر استبداد رو تمام ملت ایران در سراسر جهان با هم مینوازند. اپوزیسیون در داخل و خارج کشور، 75 میلیون در داخل، 5 میلیون در خارج، به غیر از 1-2 هزار نفری که این حکومت فاسد رو نگه داشتند، بقیه دارن این سمفونی رو میزنند. تازه اون 1-2 هزار نفر هم در دل خودشون میبینند، گرچه که گوششون کره، اما احساسش میکنند که طغیان ملت ایران شروع شده و به زودی پوزه این حکومت رو به خاک خواهد مالید. اما برویم و ببینیم که آقای احمدی نژاد در مورد کوروش بزرگ چه میگویند. چه آتیشی میسوزونه؟ یک کسی از این سرزمین موحد، خداپرست، عدالتخواه قیام کرده، میگه ایران، بابل، جهات اربعه، اسم نداره، میگه از شرق هر چقدر بری، از غرب هر چقدر بری، شمال، جنوب، این زیر حکومتشه. در اون دوره فقط ایران بوده، میدونی اصلا امپراتوری نه، ایران بوده و جهان. رفته فتح کرده، پیروز شده. وقتی پیروز شده میگه کسی حق نداره تعدی کنه، ظلم ممنوع، تجاوز ممنوع، بردهداری ممنوع. خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. توانمندی، ژن،
خون، روحیه، بفرما. اینطوریه. اینه. گرفته دنیا رو، میگه عدالت، کسی حق نداره. خب حالا ما میخوام بریم، واقعا کار ما خیلی سخته. ما بعضی میگن آقای چه سفری میریم میایم. یکی از سخت‌ترین، نه سخت‌ترین به معنای ظاهری و فیزیکی، نه، چون مهم نیست آدم بخوابه نخوابه بدوه بیش اینا، که ما به لحاظ روحی که ما میخوام و توقع دنیا اینه. خیلی از رؤسای جمهور به ما میگن آقا شما میخواید تمدن ایران رو بازسازی کنید. الان شده مسئله روز دنیا، دارن انتخاب میکنن، میگن آمریکا، ایران. منحنی آمریکا رو به پایین، ایران رو به بالاست. چه خواهد شد آینده؟ ما تشریح میکنیم ایران، ایران اینه. هیچگاه بله آقای رئیس جمهور بودند. راستی مگه میشه وجود کوروش رو کتمان کرد؟ حالا شما مقبره هاش از بین ببرید، شما نذارید مردم برن پاسارگاد رو ببینن، حالا شما از تو کتابا حذفش بکنید، مگه نکردند؟ مگر نیامدند؟ مگر کتابخانه ها رو نسوزوندند؟ مگر در یک در هر خانه ای یک دونه عرب نگذاشتند که مواظب اینها باشه که تو این خونه نمازشون رو به موقع بخونند و اسمشو گوشتن سید بر در خانه؟ در هر خانه ای یک عرب کاشتند. ولی آخرش چی شد؟ آخرش این فرهنگ ایرانی اونا رو در خودش ذوب کرد. و امروز هم میبینید حکومتگران فاسد اسلامی که در طی این 33 سال این شمایید که در فرهنگ ایرانی دارید ذوب میشید. از محلال حکومت اسلامی مدت ها پیش انجام شده. این شمایید که خوابید. اگر شما هم سری بزنید به داخل ملت ایران، میبینید که این مردم باهوش اینها هستند که در مقابل شما تظاهر میکنند، تظاهر میکنند که شما درست میگید، به خاطر اینکه چاقو دست شماست، تفنگ دست شماست، اسلحه دست شماست و شما نامردا هستید که بالا سرشون حکومت میکنید. اما اونا، شما با جهلتون حکومت میکنید، اما اونها با خردشون زندگی میکنند، اونها با خردشون برنامه ریزی میکنند. یکی از این برنامه ریزی های با خرد تشکیل شورای ملی در خارج از ایرانه. شورای ملی با در هم آمیختن اپوزیسیون داخل و خارج کشور با هم دیگه، با استفاده از خردشون دارن با هم جمع میشن. بالاخره با تمام این تفاوت‌هاشون به این نقطه میرسند که مهمترین چیزی که در این دنیا وجود داره آزادی برای مملکتشونه، عدالت اجتماعی است، دموکراسی و حفظ حدود و ثغور ایرانه و ایرانی یک پارچه و آزاد. اون چرا که اینها میخواهند حتما بهش خواهند رسید. این سمفونی بزرگ آزادی داره در همه جا زده میشه. شورای ملی کاری است که بالاخره به هر نامی انجام خواهد شد، چون این ملت ایران میدونند که جز اینکه دستاشون تو دست هم دیگه بکنن راه دیگری برای مبارزه با حکومت شالاتان ها و دوزا و دروغگوها و آدمکشانی است. اونها این ملت ایرانن که دلشون میخواد مملکتشون رو نجات بدن با کمترین هزینه. این ملت ایرانن که میبینند چه بر سر دیگران داره میاد، اما دلشون نمیخواد که وطنشون از دستشون بره. این ملت ایرانن که به وجود این وطن فکر میکنند. تنها کسانی که به این مملکت فکر نکردند و به این اصلا اسم اینجا را وطن نگذاشتند، همین موجودات دروغگو و ابلهی بودند که 33 سال پیش 33 سال پیش به ایران حمله کردند، ایران رو به غنیمت گرفتند
و ملتی رو به اسارت. اما کور خوندند. اینها اولین کسانی نیستند در طی طول تاریخ که ایران رو به اسارت گرفتند، که ایرانیان رو به اسارت گرفتند. اما همونطور که بقیهشون محو شدن در تاریخ، اینها هم همین چنین سرنوشتی خواهند داشت. اما هموطنان عزیز، در زمینه کوروش و منشور کوروش، گرچه که شما در جاهای مختلف به طور مداوم شاید شنیدید، اما یاداوریش بد نیست. یاداوریش به این حکومتگران فاسد هم بد نیست که بدانند منشور کوروش در مورد چی صحبت میکنه و چرا جهان به کوروش افتخار میکنه و چرا جهانیان در هر جایی اسم کوروش رو میشناسند و چرا ایران هرگز نخواهد مرد. به راستی کوروش بزرگترین مرد زمین. اما فرزندان کوروش در طی طول تاریخ، به خصوص در این تاریخ 1400 ساله، همشون در این مبارزه، در این مبارزه با استبداد مذهبی، حرفهای جالبی زدند. اینجا پیشبینی جلیل محمد قلی‌زاده که بنیانگذار روزنامه ملا نصرالدین در شماره 25 سال 1908، سال 1908 یعنی 104 سال پیش، گفته اگر با این نیروی مخرب جامعه و تاریخ کهن یعنی روحانیون تصفیه حساب نشود، خواه انقلاب مشروطه بشود یا نشود،
خواه انقلاب مشروطه بشود یا نشود، این میکروب ها میمانند و من میترسم در آینده نزدیکی چشم باز کنید و ببینید 800 ملا یک جا خلق شده. ملا همه امور مملکت را به دست گرفته، همه ثروت شما را برباد داده، شما را به امان خدا سپرده و افسارتون را به بیگانگان رها کرده است. آقای منصور اینو ببینیم. راستی هموطنان عزیز، درست به این گفته ها توجه بکنید. 104 سال پیش بنیانگذار روزنامه ملا نصرالدین این چنین پیش بینی کرده، شما را به امان خدا سپرده و افسارتان را به بیگانگان رها کرده. ببینید حقیقتاً چه کردند با این مملکت و چگونه پیش بینی کردند سالها پیش که چه خواهد شد. 104 سال پیش این فرزندان ایران پیش بینی کردند که با اومدن حکومت ملاها و با آمدن ملاها چه بر سر ایران خواهد اومد. اما ما کجا بودیم؟ چرا خواب بودیم؟ چرا بیدار نشدیم از اون خواب؟ و امروز که فرزندان ایران توصیه میکنند که بیایید با هم دستامونو به دست هم دیگه بدیم، بیایید تا با هم شورای ملی، هر چیز دیگری رو که میخواین اسمشو بذارین، حالا این شورای ملی که تا حالا به اینجا رسیده، چرا نیایم و دستمونو در دست هم دیگه نکنیم و با هم این وطنمون رو از دست این ملایان حاکم نجات ندیم. بله هموطنان عزیز، بله خواهش میکنم که بله اگر که اتاق پلتاک صدای من رو میشنوید، اتاق پلتاک بازه. خواهش میکنم که بله بله هموطنان عزیز، ما در سراسر جهان به هم وصل هستیم. در اتاق پلتاک دوستان عزیز ما در سراسر جهان به این اتاق میان و صدای برنامه ها و تصویر برنامه ها رو برای سایر جاهای دنیا که نمیشنوند پخش میکنند. بله بعضی وقتا چیزی پیش میاد که رشته کلام از دست آدم در میره. من در هر صورت اجازه بدید یه مطلبی رو توی اینترنت میخوندم که جالبه که حکومت اسلامی با امنیتی کردن کارها میگه چقدر جمهوری اسلامی مواظب ماست. واقعا تو اینترنت پلیس فتا مراقب ماست، تو پارک گشت امنیت اجتماعی، تو استادیوم یگان ویژه، تو خیابون پلیس راهنمای رانندگی، تو کوچه ها و محله ها پلیس 110، تو بالا پشت بون نیروی انتظامی مواظب ماست که دیش نداریم، که دی از دیش استفاده نکنیم فاسد بشیم، تو محیط های کار و دانشگاه بسیج مراقب ماست که منحرف نشیم، تو میادین سطح شهر لباس شخصی ها مراقب ما هستند که تجمع نکنیم عوامل اسرائیل ما را بکشند. فقط من از مسئولین خواهش میکنم تو باغها هم نیروی انتظامی بذارند تا به ما تجاوز نکنند. هموطنان عزیز، اخبار تجاوز باغها رو که تجاوز در باغها رو که دارید و میدونید که چگونه بر سر این ملت در باغها تجاوز میکنند و چه بلاهایی که سرشون نمیارند. اجازه بدید تا برویم و این منشور کوروش رو بشنویم، ببینیم که منشور کوروش چی گفته که این همه مورد احترام تمام مردم دنیاست. فرمان کوروش بزرگ که بر استوانه‌ای از گل پخته نوشته شده
در حدود 130 سال پیش در بابل کشف گردید و اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود. منم کوروش، شاه جهان، شاه دادگر، پسر کمبوجیه. آنگاه که بدون جنگ و پیکار به بابل در آمدم، همه مردم مرا با شادمانی پذیرفتند. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این سرزمین وارد آید. من بردگاری را برانداختم. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند. شهرهای ویران را آباد کردم و مردمان آواره را به خانه های خود بازگرداندم. من جامعه‌ای آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را برای همگان به ارمغان آوردم. بله، هفتم آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ بر ملت ایران همایون باد. این تصویر رو آقای منصور عزیز بگذارید تا هموطنان عزیز هم ببینن. تصویر بسیار گویایی است، بسیار زیبا. هموطنانمون چه زحمتایی که نمی‌کشن. این کارت تبریکی است که هموطنان ما در سراسر جهان برای همدیگه فرستادن از طریق ایمیل. این فرزندان کوروش حتما به تاریخشون افتخار میکنند. ما در تاریخمون در این بر این فراز و نشیب تاریخ ما بسیار بسیار جاهایی هست که افتخار میکنیم که ایرانی هستیم. ما در این فراز و نشیب ها طوفان‌های زیادی رو دیدیم، ولی از این طوفان‌ها عبور کردیم، از این طوفان دیگر هم عبور خواهیم کرد مطمئناً. راستی هموطنان عزیز، من خودم شخصاً یک عرق خاصی به راه آهن دارم، راه آهن ایران، برای اینکه مدتی از دوران بسیار جوانیم رو در راه آهن ایران کار کردم. و راهنی ها همیشه میگفتن که اونهایی که پیر دیر بودند و اون زمان که ما خیلی جوان بودیم میگفتن ما همیشه خودمون رو راه آهنی میدونیم. برای اینکه راه آهن توسط ملت ایران ساخته شده بود به رهبری یک مردی که دوست و دشمن دوستش دارند. این مرد که همیشه امضا می کرد رضا، این مرد 16 سال بر ایران حکومت کرد. اما همین مرد بی سواد، همین مرد دیکتاتور به قول بعضی ها، کاری کرد در اون وطن کارستان، کارهایی کرد، ساختن دانشگاه، درست کردن دادگستری، این نظام جدید دادگستری، فرستادن محصلین به خارج از مملکت تا بروند جاهای دیگه دنیا رو ببینند، یاد بگیرند، برگردند تو مملکتشون خدمت بکنند. ایران دوستی رو، وطن دوستی رو، ایرانی بودن رو یکی از کارهایی که کرد ساختن راه آهن بود. حقیقتاً این تصاویر رو اگر آقای منصور بتونن نشون بدن، راه آهن ایران با زحمات بسیاری ساخته شد، توسط ملت ایران ساخته شد. حالا در بعضی از جاها میگن که ساختن یک پل که کاری نداره، هر کسی میتونست بیاد بسازه. بله، آقای رفسنجانی هم بهشون میگفتن سردار سازندگی،
انقدر سد ساختند، سدهای بیهوده ساختند تو مملکت که تمام تالابها رو خشک کردند و وضعیت کشاورزی رو امروز به این جای رسوندند. با این رهبران فرسوده ابلهی که امروز سر کار هستند و هنوز هم این حکومت رو رها نمی کنند، ببینید آیا میشه قیاسشون کرد که در عرض 33 سال این مملکت رو تباه کردند، اما اون مرد رضا شاه در عرض 16 سال حقیقتاً چک نکرد برای اون مملکت که هنوز هم از اون زیر ساخت ها هنوز هم ما امروز داریم استفاده می کنیم. اگر هنوز هم ایرانی هست، یک بخشیش به خاطر اون حکومت 16 ساله بود که این مرد ایران دوست، این مرد با خرد کرد. اما ما از خدمتگزاران مملکتمون سپاسگزاری می کنیم. بله، حتما می کنیم. ببینید هموطنان عزیز، آنچرا که این مرد کرد برای ایران، برای فرزندان ایران که ما هستیم و برای فرزندان آیندگان ایران این کارها را انجام داد و یادش در تاریخ ماندنی است. اما کسانی که نمیخوانند تصور میکنند که میدانند. راستی هموطنان عزیز، چه بلایی بود که به سر خودمون آوردیم؟ اما اگه قرار باشه که ما همش بنشینیم و تماشا بکنیم چه خواهد شد؟ حکومت اسلامی برای ماندن خودش همه کاری میکنه. از ایران فروشانی مثل ولایتی رو که در همون سالهای قریب، در همون سالهای گذشته، اون سالهایی که ایشون در امریکا بودند، و از پول ملت ایران استفاده میکردند تا برن مدرسه، و بعد اونچنان همراه شدند با آقای خمینی و این چنین تیشه ای رو به ریشه ملت ایران زدند. چند روزی در همین امریکا تشریف داشتند با آقای طائب، التماس کنان، تضرع کنان. بعد البته گفتن، برگشتن گفتن، وقتی که اینا دست رد به سینه‌شون زدند، برگشتن گفتن نه خیر، ما با کسی مذاکره نمی کنیم. دست از این گردن کلفتی‌هاشون بر نمی دارن اینا. چطور شد پس اون موقع ها همش در گیرودار ساختن با امریکا بودند؟ اون روزش هم با امریکا و اروپا ساختند با تضرع و التماس، گفتند که آقای خمینی اگر بیاید این چنین و اون چنان می کند. اینها هم جزء اون بخش دروغگوی نظام هستند. همین چند روز همینجا بودند به تضرع و زاری، به التماس برای ساختن با امریکا. خود رهبرم، همین رهبر ابله هم، با تمام ابله بودن و روانپریشیش، به دنبال نجات خودشه. هموطنان عزیز، ما از روز اول هم بمب اتمی نداشتیم، اما با این حکومت گرفتاری داشتیم. امروز هم اگه قرار شد به خاطر بمب اتمی اینها ساخت و سازی بکنن با امریکا و با غرب، مشکل اصلی ملت ایران سر جای خودشه. ملت ایران از روز اول مثل آب و روغن با این حکومت قاطی نشد، چون این حکومت از روز اول با دروغ و ریا آمد، با دروغ و ریا آمد و ادامه داد. حکومتی که راه جهل رو انتخاب کرده بود، حکومتی که برایش ملت ایران اصلا اهمیت نداشتن، ایران اصلا اهمیت نداشت، حکومتی که امروز آچمزه، نه راهی به ملت داره، چون از روز اول تیشه رو برداشت و به کمر این ملت زد، و نه راهی با ساختن با حکومت‌های خارج داره، چون در طی این مدت همش درویی کرد، دروغ گفت، ثروت ملت ایران رو برباد داد، جوانانمون رو کشت، ناامیدی رو جایگزین امید کرد، گریه و زجه و زاری رو جای قهقه و خنده و شادی کرد، مردم رو به مساجد کشوند و شروع کرد امام حسین رو در صحرای کربلای 1400 سال پیش کشتن و کشتن و کشتن. فا
فقط از کشتن، فقط از کشتن گفت. دنیای دیگری رو به این مردم فروخت. دنیای دیگری رو به این مردم فروخت و این دنیا رو ازشون گرفت. جالبه، به دنبال یه چیزی میگردم اینجا که کاش پیداش میکردم. بله، این حکومت، فقط این تصویر رو نشون بدید آقای، اجازه بدین. این حکومت مثلث اسارت مردم رو در فقر، مذهب و ترس جایگزین اون ملتی کرد که نه فقط فقیر نبود، بلکه محلی بود، جایی بود برای نگهداری و نگهبانی از فقرای دیگر جهان. مملکتی بود که همه با مذاهب مختلف زندگی می کردند بدون اینکه هیچ کسی از کسی دیگری بپرسه که مذهبش چیه یا اصلا براش مهم باشه. مردمی که با ترس زندگی نمی کردند، اما امروز با ترس و وحشت زندگی می کنند. هموطنان عزیز، ما وطنمون رو پس خواهیم گرفت. استبداد را ریشه‌کن خواهیم کرد. نهال آزادی رو می کاریم و با جانمون آبیاریش خواهیم کرد. زنده باد ایران، زنده باد آزادی، پاینده باد ایران، زنده و پاینده باد ملت همیشه سرفراز ایران. آینده ایران در دستان شماست.